ما خیلی رها شدیم در اون حوزه، یعنی واقعا افراد به خاطر اینکه همه چی رو میندازن تقصیر حاکمیت، حاکمیت بله مشکل داره، شکی نیست، این بر خیلی برای خودش مسئولیت قائل نیست. خیلی عجیب شده این، نمیدونم چرا، به نظرم لجبازی و غیره هم هست. من یکی از این روزا که از باب همایون میامدم که زیر میدون انقلابه از وزارت خونه میامدم، پیاده گفتم برم تا یه جایی مثلا بیرسم، تا به همکار رانندمون گفتیم که شما برو سر چیز وایس، دم سینما آزادی وایس. همین مسیر اومدیم. خب این مسیر آدم نگاه میکنه میگه خدایا چی میشه، چجوری میشه این شهر. اومدیم همجوری جلوی ذره مثلا از میدون انقلاب اومدیم ذره بالاتر، تمام فردوسی صاحب مغازه‌ها دیگه مجبور شدن خودشون یه بساطی بیرون پهن کنن برای اینکه دیگه کسی دیگه جاشون نره. بنابراین تمام اینا، البته اینا میدونم فقرم هست و اینا، ولی اونا هم تو این حوزه که بالاخره دست فروشی الان به قدری گسترده گسترش یافته که چیزی. خب اومدم یه ذره جلوتر و یه نگاهی به منوچهری کردم، یه تصویری از منوچهری و نمیدونم اینکه چه نوع کسب و کاری داشته و اینا تو اونجا داشتیم. این تصویر واقعا به هم ریخته بود، مثلا میومدی جلوتر چارای کنتی بود، یعنی میخوام بگم یه هویتی داشت، یعنی میبینی که شهرسازیتون هم داره همه خط خاطره شما رو گم میکنه، یعنی شما تمام خط خاطرتون رو از دست میدید. حالا این چیزی های بزشتی که اومده خیابونها رو قطع کرده، بزرگراه ها و غیره، یعنی خوشبختانه توی این مسیر رو بزرگراه نبود. بعد اومدم یه ذره بالاتر، رسیدم به سر چارهایی که ما بهش میگیم چارهای استانبول، الان هم هنوز میگیم چارهای استانبول. بعد نگاه میکنی به چارها، میبینی موتوری 95% ریسک قبول میکنه، قرمز رد میشه به سرعت. یعنی من اصلا اگر توی دنیا بخوان یه کسی یه همچین کاری بکنه، برای خودش 10 تا بیمه نامه میخره، چون اصلا این داره مسابقه میده. یعنی خب میگه آه این کی درست میشه، این کی درست میشه. یه همش هم میگه این تقصیر مثلا حاکمیت که نیست، این حالا میدونم که میشه دلایلی آورد که حاصل یک نوع بی‌نظمیه، اما به هر حال این یه داستانه برای خودش، یه داستانی که شما میبینی که اشکالی داره توش، مسئله است، مشکله. حالا همینجوری که میام بالا از میدون فردوسی که رد شدیم، دست چپ یه شرکت نفتی ساختمون قدیمیش دیدم، یه تیراهن اینجاست، از یه کسی که اونجا بودش دست فروشی میکنه، گفتم این تیراهن که اینجاست، گفت من که بودم دو سه ماه من اینجا می هستش. حالا نگو یه عملیات ساختمانیه، همون تیراهنه اونجا گذاشتن، یعنی همینجوری مثلا سه ماه چهار ماه اداره دولتی تیراهن رو بیرون گذاشته که به پای مردم بخوره، دست مردم بخوره، فلان. خب این چنین جامعه اومدم جلوتر، یادم میاد که مثلا هتل چیزو دیدم یه توی خیابون بالاتر از خیابون توی میرزای شیرازی، عرض کنم که خب یه پارکیه اونجا، نگاه کردم دیدم که خب تو پارک هستن، مردم خوابیدن، وضعیت مناسبی نداره. یعنی شما میبینی که این شهر، این شهردارش، این فلان باید خیلی کار کنن تا بتونه یه این وضعیت رو تغییر بدیم. حالا این بحث هم مثلا 15 سال پیشه، 12 سال پیش من این پیاده رو بودم، الان بدتره. الان شما یه جایی پیدا نمی کنید که خب مگه جایی دنیا هست که مثلا بگن که تاکسی هر کسی که میتونه رانندگی کنه تاکسی. خب یه نظاماتی هست، ما این نظما رو به هم زدیم. میفهمم دلایل اقتصادی داره، کاملا میفهمم، یه بخشش میتونیم بگیم از اون ناچاریه، یه بخشش ولی میخوام بگیم که یه روحیه‌ای خلق شده که درست کردن این هم طول خواهد کشید. البته بخش قابل ملاحظه‌اش به حاکمان برمیگرده متاسفانه، وقتی جامعه عصبانی باشه فلان باشه اینا هستش، ولی یه بخشش هم به روحیه خود ما برمیگرده، به مسئولیتایی که پذیرفتیم، به چیزایی که قبول کردیم، اینا رو رعایت نمی‌کنیم. از این نظر من فکر میکنم اونجا هم ما گیر داریم، عادت کاریمون خیلی. من به یکی از این خانمایی که اینجا کار میکردن عرض کردم، نه ما 60 روزه، یعنی 60 روز شده دیگه سال نو، 30 روزش تعطیل میده، مرخصی دیگه چیه؟ این 60 روز 30 روزش تعطیله، چه مرخصی؟ مثلا چهارشنبه دیگه مرخصی گرفت.
میدونی اینا به نظر میرسه که دیگه اینا خب بالاخره قشه درس خوندن، حقوقشون هم خوبه، موقعیتشون هم خوبه، ولی خب نشون میده که ماها عادات کاریمون رو خب به شدت از دست دادیم. یعنی نسبتاً یه بخش قابل ملاحظه از جامعه کار نمیکنه، چون کار کردن اصلا برای اونها پرداختی نمیکنه. یه موقعی من 20-25 سال پیش از این، 20 سال پیش از این پارک ملت رد میشدیم، یه مهمون خارجی داشتیم، شب ساعت 1 شده بود، بوده بودم ایشون بالا و اینا، قلقله بود داخل پارک، قلقله بود. به من میگفت که شما سه شنبه تعطیلین، چون دوشنبه شب بودیم فکر کنم ما سه شنبه ها تعطیلیم، بنابراین این همه آدم اینجان دیگه، اینو فردا صبح من کجا کار کنم؟ این عادات کاری رو ما از دست دادیم به طور جدی و یه خلقیاتی داریم پیدا میکنیم که برای خودمون یه حقوقی داریم قائل میشیم که از دولت هر چیزی رو میبینیم. مثلا زلزله زده رو من نگاه میکردم، چه همین چادرهایی که جمهوری اسلامی تلویزیون نگاه میکردم، خب میگه که اینجا آبه بیرون. خب خانم شما چادر اومده برای زده، خب آب جلوش دیگه، اون نباید حاکمیت بیاد اینو مثلا آبم رد کنه، خود جارو بردار یه بخش کارش. یعنی شکایت میکرد به دوربین که این آب این جلوی مثلا چادر رو تمیز نکرده. میخوام بگم که این نوع توقعاتی که از نظام هر دولتی هست هیچ جایی برآورده نمیشه، نه تنها اینجا نیست، که مقدارم این بر مسئله داریم دیگه. توی سواد و تحصیلات و اینا هم مشکلات خودشو داره، یعنی سطح اینا هم بذاره سخت کوشی رو آدم توش نمیبینه. یه موقعی بود که مردم یزد با یه آهنگی کار میکردن، اصلا معنیه یعنی کار کردن یه شرفی داشت و یه منزلتی داشت، و الان به نظر میسه که تو بعضی آدم ها کار کردن خرمالی تلقی میشه. البته بازم میگم که چون بخش قابل ملاحظهش نوع طراحی است که در جامعه اتفاق افتاده، چون ما اقتصاد اینجوری طراحی کردیم که شما اگر 2000 دلار الان با این سیستم این صف بگیری و تفاوتش تو بازار سیاه بفروشی از اینکه بری از صبح ساعت مثلا 8 کار کنی تا 12 بهتر جواب میده، اون عادت هم پیدا شد. خب یه جامعه‌ای که با این کانسپت ها بزرگ بشه، خب طبیعی است که یه عادت دیگه ای پیدا میکنه، اصلا نوع کار کردنش متفاوت میشه. یا اینکه اصلا از نظر سیاسی شما به یه آدم هایی بدی واجه مثلا پرداختی بکنی، همین روحیه پرداخت یارانه هم خب خودش یه نوع یارو عوض میکنه دیگه. قرار من به دولت مالیات بدم، قرار نیست که اون به من چیزی پرداخت کنه، الان تبدیل به یه حق شده. اینا رو تا ببری سر جاش توی وضعیت بهتر خیلی طول میکشه که شما اینا بذاری سر جای خودش. بنابراین من فکر میکنم که این برام بله، این برام اصلاحاتی لازمه در اشخاص و افراد و در زندگی خودمون، لایف استایل خودمون، سبک زندگی خودمون یه اصلاحاتی لازمه.